اوه مای گاد، نمسیس، ای تصویرش خیلی خوفه. میخوایم بریم فیلم رزیدنت اویل 3 نمسیس رو ببینیم. همونطور که استقبال خوبی از فیلم رزیدنت اویل 4 کردید که توسط کانال فوق‌العاده سایبر کت نپ بود و دمش گرم، خیلی میشه گفت که با هوش مصنوعی درست کرده بود، خیلی ویدیو خفنی بود. و امروز خواهیم بریم ویدیو دیگه شو ببینیم که رزیدنت اویل 3 نمسیس رو با هوش مصنوعی ساخته و ببینیم که کاراکترها به چه صورتن، نمسیس به چه صورته. و بهتون میگم، ما حالا چیزی که من توی کامنت ها دیدم توی همون ویدیو قبلی، خیلی نوشته بودن که تا الان ما یه فیلم درست حسابی از رزیدنت اویل ما ندیدیم. راستی واقعا بازیش سرگردن از حالا فیلماش بالاتره، اما هممون ما منتظریم که یک روزی بالاخره با مشارکت خود کپکام، چون واقعا این فرانچایز رو میشناسه و کسایی که این بازی رو ساختن، مثلا حالا اچ بی اوی که داره لاست آف آس میسازه و با نیل دراکمن سازنده لاست آف آس همیشه در ارتباطه که میبینید لاست آف آس قدر خوب عذاب در اومده، امیدوارم یک روزی هم و یک فیلم یا یک سریالی از رزیدنت اویل ببینیم. و اینا میتونه ایده خیلی جالبی باشه، این هوش مصنوعی ها. اگه دنبال اخبار جدید گیم هستید، کانال منو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، جدیدترین اخبار گیم رو میتونید بذارید. و الان که دارید ویدیو رو میبینید، فردا استریم آنتیل داون ریمیک که یکی از بازیهای ژانر ترسناک است ما شروع میکنیم و بریم با هم ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد، میدونم که حتما خوشتون میاد چون رزیدنت اویل 3 نمسیس. ویلکام تو راکون سیتی. اوکی، موزیک پس زمینه موزیک سیو رزیدنت اویل، یعنی سه نمسیس. و یه داستانی من بهتون بگم سه نمسیس چیه. خب گروه آمبرلا، شرکت آمبرلا یک تیمی رو میفرسته که مدارک رو از بین ببره، چرا شد تمام اتفاقات راکون سیتی زیر سر آمبرلا بود. و یک تایرنتی رو میفرسته که گروه استارزی که میخوان سر از این قضیه در بیارن رو بکشه، که به اسم نمسیس، که تماما قصه رزیدنت اویل نمسیس راجبه اینه. این سربازای اولیان، اینم که زامبی راکون سیتی. اوکیه، این جعبه ای که خود آمبرلا میفرسته توی شهر راکون سیتی که داخلش نمسیسه و میفرسته توی حالا میشه گفت شهر، باز میشه و نمسیس میفته دنبال، هم مدارک رو از این میبره و هم گروه استارد رو میکشه. وقتی همین وقتی به یک حالا مثلا به جلوانتا که عضو گروه استارد میرسه، میگه استارد. و اینکه ماموریتش بود که گروه استارد رو بکشه. کد نیم نمسیس. اوکی، واو، آر پی دی. وو، جیل ولنتاین، الا پورنل. این کدوم بازیگره؟ توی کامنت ها بنویسید، من نمیدونم این کدوم بازیگره واقعا. توی کامنت ها بنویسید و کمکم کنید ببینم که این کیه، کدوم فیلم بازی کرده، آیا اصلا به جیل ولنتاین میخوره یا نه. اینو توی بخش کامنت ها بنویسید. اوکی، اوه مای گاد، نمسیس، ای تصویرش خیلی خوفه، خیلی تابلوه که با هوش مصنوعی درستش کردن، ولی خیلی خفنه. شما نمسیس ببینید، این مشخصه، این تصویر نمسیس رو از اون عکس معروف نمسیس برای رزیدنت اویل 3 نمسیس نسخه اصلی پلی استیشن 1 این عکس رو برداشتن با هوش مصنوعی، حالا متحرکش کردن، ولی خیلی ترسناکه. از اون نمسیسی که واسه رزیدنت اویل اپوکالیپس، فیلم رزیدنت اویل اپوکالیپس درست کردن، خیلی خفنتر، این نمسیس خیلی خفنتره. خیلی ترسناکه. جیل ولنتاین، این همین عنکبوتای اول بازی هن دیگه، درسته؟ توی سر ریمیک دیدیمشون. آره، براد ویکرز، آرون پال، این تو چی بود؟ بریکینگ بد، درسته؟ توی بریکینگ بد بازی کرد.
حتی من یه فیلم دیگه ازش دیدم به عنوان فیلم نیت فور اسپید هم بازی کرد، براد ویکرز نقش ببخش آرون پال نقش براد ویکرز رو بازی میکنه که اول فیلمم یعنی اول بازی میمیره دیگه، دیگه تست خود نمسیس هم کشته میشه. آیا بهش میخوره یا نه توی کامنت ها بنویسید. او مای گاد، این نمسیس رو نگاه کن، یه خوره تغییر کرده ولی حاجی خیلی خوبه نمسیسش. البته اگه یه خورده این نصف صورتش خراب بود، یعنی این خود نمسیس اصلی شبیه گودزیلا در اومده، ولی این لباسش، این حالت را رفته چشمای قرمز به نظرم خوبه. اگه فیسش شبیه نمسیس خودمون در میاد به نظر من خیلی خوبه. جیل ولنتاین، نیکولاس کیج تو نقش کارلوس، این همه بازی کرد نیکولاس کیج اصلا بهش نمیخوره. نمیدونم، نیکولاس کیج خیلی بازیگر خوبیه واسه فیلمای اکشن ها، دیدید خب مثلا یه فیلمی داره فیس آف، ولی برای نقش کارلوس نمیدونم. اینجا هم که داره حتما با نمسیس میجنگه. میخائیل ویکتور برایان کرانستون، همین فکر کنم توی قطار توی مترو میمیره، همون کارکتره که میمیره. حالا خودش بهش میخوره. نیکولای، این همین دن سرویس روزگاره، این نیکولای معروف، اسم بازیگرش مادس میکلسن نمیدونم دارم درست میخونم، و توی نقش نیکولای همون کاراکتر منفی بازی رزیدنت ایویل سه نمسیس قرار داره. او جیل ولنتاین در دویدن و فرار کردن، قسمتی که میشه گفت چیز کردن دیگه، یعنی حذف کردن از تست سریمک و خیلی هم مورد انتقاد قرار گیره و این بخش برج ساعت رزنتیسی نمیسته. پس میتونیم نشه بگیریم کلا این هوش مصنوعی رو این ای فیلمو از چیز در آورده، از نسخه اورجینال رزنتیویل 3 اینجا جهش پیدا کرده. اینجا جلونتا مریض شده. خب کارلوس توی بیمارستان. هانتر، واه حاجی هانترش ترسناکه، با اینکه خیلی مصنوعیه ولی ترسناکه هانترش. هانتر میده خب یکی از میشه گفت سخت‌ترین میشه گفت انمیای بازی هم. اینم که جلونتاین و ویروس رو پیدا کرد. این دیگه آخرین نمسیسی که دیگه جهش آخری رو کرده که دیگه باید با اون اسلحه مخصوص بکشیمش. اینا گانش گان گنده ای بود. خب بده خوادی بری بارتون، دیوید هاربور. بذارید این تیک موزیکش رو یه بار دیگه گوش کنیم، خیلی موزیکش خفنه. اینجا که داره از شهر راکون ستارم کنه بومب زدن ترکوندن بومب. همچنان واقعا جدی بهتون میگم، همچنان وقتی موزیک رو گوش میکنم هایپ میشم، دوستم برم سه نمیسی بازی کنم. آقا خیلی خوب بود. اگه دوست دارید دوباره این فیلم های رزیدنت ایویل رو نگاه کنیم توی بخش کامنت نظرتون رو بنویسید، من که خیلی دوست داشتم و ممنونم از کانال هایپر کات نپ که این ویدیو رو میسازه و ما این ویدیو رو نگاه میکنیم و کلی لذت بیاریم. حتما لایک کنید، سابسکرایب بکنید و ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میشم یه نگاه بندازید، حتما خوشتون میاد. خیلی عشق.